نام خدا و با عرض سلام به مهمترین و تازه ترین خبرها تا این ساعت از تلویزیون یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند هستم و شما بیننده تازه ترین خبرها از یک هستید. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته است که تلاش‌ها در مسکو برای بیرون ساختن امارت اسلامی از فهرست گروه‌های حراس افغان به خوبی ادامه دارند. این تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه‌های حراس افغان پیش از این با واکنش‌های شدید ایالات متحده مواجه شده است. شورای امنیت ملی ایالات متحده پس از اعلام این تصمیم از سوی روسیه گفته که این اقدام مسکو پیام وحشتناکی در سطح منطقه دارد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش بار دیگر تأکید کرده است که در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است. اوچا میگوید که در برنامه‌های حیاتی این سازمان در افغانستان به شمول مراقبت‌های صحی، سرپناه، غذا، آموزش و حفاظت به دلیل کمبود شدید بودجه با خطر مواجه هستند. این سازمان میگوید اگر نتوانند بودجه کافی و به موقع را بسیج کنند، بحران انسانی جاری بدتر خواهد شد. اوچا در این گزارش همچنین گفته است که پس از آگست 2021 تحمیل سیاست‌های محدودکننده حقوق بشری و حقوق زنان از سوی امارت اسلامی فقر را در کشور تشدید کرده است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره تأکید کرده که حقوق همه شهروندان به ویژه زنان را در چوکات شریعت اسلامی تأمین کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به منظور گفتگو با مقام‌های امارت اسلامی به زودی به کابل سفر می‌کند. آقای دار افغانستان را کشور برادر دانسته و تأکید کرده است که اسلام آباد خواهان روابط نیک با کابل است. گفته می شود که تا کنون امارت اسلامی درباره سفر اسحاق دار به کابل چیزی نگفته است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش های مبنی بر پشتیبانی مالی واشنگتن از امارت اسلامی را رد کرده است. آقای میلر در یک نشست خبری این گفته ها را نادرست دانسته و تأکید کرده است که آمریکا به هیچ وجه امارت اسلامی را تمویل نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده است که رفتار امارت اسلامی با مردم افغانستان از نزدیک نظارت می شود و واشنگتن به نمایندگان امارت اسلامی واضح کرده که روابط آنها با جامعه جهانی کاملا به رفتارشان با افغان ها به ویژه زنان افغان بستگی دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که پاکستان اخراج مهاجران بی مدرک افغانستان را به گونه موقت به حالت تعلیق در آورده است. در بیانیه این نهاد آمده است که تصمیم به تعلیق بازگرداندن مهاجران بی مدرک افغانستان پس از دیدار فیلیپو گراندی با مقام‌های پاکستان اتخاذ شده است. همزمان با فرا رسیدن ماه محرم شماری از هموطنان اهل تشیع از امارت اسلامی خواستند تا امنیت آنان را بیشتر از هر روز در روزهای محرم تأمین کنند. از سوی هم عزاداران عاشورای حسینی از امارت اسلامی میخواهند به آنان اجازه دهند تا به گونه پررنگ در این روز را گرامی داشت کنند. ده ها زن گدا در گرمای شدید در جاده های شهر زرنج مصروف گدایی هستند. این زنان از حکومت و نهادهای مدد رسان میخواهند تا به وضعیت دشوار زندگی آنان رسیدگی کنند. از سوی هم مسئولان محلی نیمروز میگویند که برای حل چالش گداها در این ولایت کمیته ای را ایجاد کرده اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از بازسازی 21 پروژه آبرسانی در نقاط دوردست کشور خبر داده است. این سازمان افزوده است که این پروژه ها از سوی ژاپن حمایت مالی شده و بیشتر آن در روستاهای افغانستان تطبیق خواهد شد. این بود مهمترین و تازه ترین خبرها تا این ساعت از یک. از همراهی و توجه شما سپاسگزار هستیم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.